روز 25 نویبر ده ها ساکنان شهر خورغ و نایه‌های اطراف آن تابوت ساکن جماعت شاخدره نویه روشقلع گلبدین زیوبکوف را از کوچه های شهر راهپیمایی کرده به نزد بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گردی هم آمدند. آنها از مقامات طلب دارند تا که گناهکاران مرگ گلبدین زیوبکوف به جوابگاری کشیده شود. ساکنان نوروزی در مرکز خورغ گردی هم آمده به پایگاه خبری بامداد گفتند که چند وقت پیش یک کارمند پراکراتور نویه روشقلع که زاده ولایت ختلان بوده است با یک دختر از شاخدره دل بسته چند دفعه به وی پیامک‌های عاشقانه فرستاده، همچنین در راه چند بار پیش روش را گرفته اظهار عشق کرده است. دختر به خویش و تبارش شکایت کرده است و آنها آن کارمند پراکراتور را یک جای لتکوب کردند. آن مناقشه با میان روی یادگار فیضوف با روی مسئولیت آمیز حل شده بود و آن کارمند پراکراتور را به نایه دیگر گذرانیده بودند. اما بعد برکناری یادگار فیضوف پرونده لتوکوب کارمند دوستانی را اثر گرفته، اخیراً دو ساکن شاخدره را با اتهام لتوکوب نماینده حاکمیت دستگیر کردند. یکی از آنها امین گلبدین زیوبکوف بود است که به طور مرموز در بازداشت جان باخته است. مقامات تا حال این قضیه را شرح ندادند. تفصیلات دیگر حادثه فعلا دسترس نیست. پایگاه خبری بامداد ادامه قضیه را پیگیری کرده ایستاده است و برابر رسیدن خبرهای نو از خورغ خوانندگان و تماشابینان را در جریان خواهد